بدا به حال او جوانایی که امروز پاپ جی میکنن و در پاپ جی سیل میکنن که در یک قسمتش وقتی که میرسن اونجا دشمنای اسلام برای اینمی جوانی که میگه من مسلمان هستم، ای جوانی که گپای ما را میشنوه بر ازی باز عذر نیست، بر ازی جوان میگیم وقتی که تو پاپ جی میکنی در وقت پاپ جیگری که وقتی در مقابلت کعبه میایه و با سلا و تبر گرفته و خانه کعبه را ویران میکنی و میزنی و در مقابلت بت میایه بر بت عبادت میکنی و از این قسمت تیر میشی، لقد کفرتم بعد ایمانکم، شما کافر شدین بعد از ایمانتان به خاطر بازی پاپ جی. کافر شدی، کافر نه شاخ داره نه دم داره. اگر میگی نگفتین خوب معلوم میشن گیم چی رو میگن در زبان انگلیسی، لعنت الله سر از او کسی که انگلیسی میخوانه و انگلیسی رو غلط ترجمه میکنه. گیم در زبان عربی قمار است، گیملر قمار باز میگن، گیملر اینمی کمسایی باز و قطباز و اینمی ها رو میگن. این گیم ها کلش اونمو شکل کلاسیک قمار است که به شکل جدید ایره آوردن به نام لدو و به نام گیم و به نام پابجی و به نام فلان در بین مردم منتشر کردن. کل از این سبب چی میشه؟ سبب از این میشه که یکی خود قمار زدن است. در قمار زدن انسان گناهگار میشه و اهل سنت و الجماعت عقیدهشان همی است که در مقابل گناه انسان کافر نمیشه، گناه صغیره باشه کبیره. الله متعال میگه یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام. ای مؤمنا، خمر شراب که هست و المیسر و قمار که هست، اینمی قمار چی قمار کلاسیک باشه به شکل قطعه و به شکل کرمبول و به شکل کمسایی و یا قمارهای جدید باشه به شکل پابجی و به شکل لدو و به اشکال دیگیش. انما الخمر و المیسر و الازلام و الانصاب و الازلام. انصاب چی هست؟ چیزهای نصب میکردن در مقابل بتها، در مقابل قبر. یک قسم یک تخته که جور میکرد باز مردم میامدن زیر پای قبر ذبح میکردن، یا چی هست؟ یا پیش بت ذبح میکردن. ازلام چی بود که سه دانه چیزا که در بین یک ظرف میگذاشتن، دکش نشه بود که برو، دکش میگفت نرو، دکش میگفت که هیچ. بازی که یک کار میکرد، والا روسی میکنم فالبین سه، بازی فالبین برش میگه خلاص اینی تیرک است، عالم الغیب است، آینده تبر سنجش میکنه. خب تو بکشی عالم الغیب چی میگن؟ صفت الله را برازی میداد. از این خاطر فالبین ها کافر است و کسی که پیش فالبین ها میره این هم در کفر داخل میشه. ولو که کافر یک داره جوگی باشه در قرغه در فال اکته ببینم کلان کلان مولوی رو دیم پیش یک جوگی استاد است که شما برش فالش هم میده، گفتم کلت کافر میشین چی میکنین این زنگر؟ زنگر گفت مزالله بترس تو دعای علم غیب میکنی. ایرال چی هست؟ ای اگه برش چوب میکشید باز میگه برو برو سفر. ای نه برم گفت چوب، چرا این چوب؟ گفت برو رفتی به خاطر از که علم غیب داره. بره تیر. الله گفت انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان. چتلی است، پلیتی هست، از عمل شیطان است. قمار، پابجی رجس است، پلیتی هست، از عمل شیطان است. ولو که دشی کفریات نباشه، باز وقتی که دشمنای اسلام دید که سگ خطوات شیطانه، خوب متوجه باشین جوانان، باز نگوین که ما نفهمیدیم و ما عذر بالجهل داریم. وقتی که گپ ما را کسی دید عذر مزدش خلاص شد. وقتی که اینمی قمار زده میشه و لدو زده میشه، چون الله متعال گفته که رجس است، از عمل شیطان است، فاجتنبوه از این اجتناب بکنین، بنابراین تو مرتکب حرام شدی، کار شیطان کردی. و باز اگر در بین از این مثلی چیزا را داخل کرده باشن، ببین کار شیطانه. ولا تتبعوا خطوات شیطان. وقتی که در حرام داخلت کرد، در حرام مبتلایت کرد و در حرام مصروف شدی، آل یک گام دیگه شیطان چی است؟ که در بین قمار کفر داخل میکنه. خانه کعبه را کت تو کت تیر و کت تبر میگه بزن ویرانش کو، باز تو تیر میشی.
بهش بود سجده کن و با این عمل کافر میشه. چرا؟ به خاطر از اینکه توهین به شاعر الله سبب کفر میشه. او شخصی که کافر شد، رسول الله شاعر الله هست، صحابه شاعر الله هستند، کعبه از شاعر الله هست، قرآن از شاعر الله هست. کسی که به خانه کعبه توهین و تحقیر میکنه، این توهین و تحقیر به شاعر الله کردن. و یکی از نواقض ایمان چی هست؟ توهین و استهزا و مسخرگی به چی هست؟ به شاعر الله هست.